قالب بندی پاراگراف ها. برای قالب بندی یک پاراگراف کافی است مکان نما رو در پاراگراف مورد نظر قرار بدیم و سپس قالب بندی مربوط به پاراگراف رو انجام بدیم. ببینید الان این مرکز آموزش های الکترونیکی رضوان طلب تا می باشد یک پاراگرافه. اگر من بخوام این پاراگراف رو انتخاب کنم کافیه چند بار روش کلیک چپ کنم تا انتخاب بشه. برای قالب بندی چند پاراگراف لازمه که ابتدا همه پاراگراف ها رو انتخاب کنیم و سپس قالب بندی مورد نظر رو اعمال کنیم. ببینید اگر من بخوام پاراگراف دوم که این مرکز فعالیت خود را تا نموده هست با پاراگراف اول رو انتخاب کنم، میتونم بیام اینجا بعد از نقطه اس اینجا من کلیک چپ کنم تا اشارهگر موس رو ببینم، در این نقطه کلیک چپ موس رو پایین نگه دارم و به سمت مرکز برم. تونستم پاراگراف اول و دوم رو انتخاب کنم و حال میتونم قالب بندی مربوط به پاراگراف ها رو انجام بدم. من در یه نقطه از این سند کلیک چپ میکنم تا اشارهگر موس رو ببینم. برای ایجاد یک پاراگراف از ابتدای خط شروع به تایپ می‌کنیم. اینجا رو ملاحظه کنید، من می‌خوام یه پاراگرافی رو ایجاد کنم. اینجا اومدم از ابتدای خط مثلا نوشتم مرکز آموزش‌های الکترونیکی رضوان طلب یکی از مراکز ارائه دهنده آموزش‌های نرم افزاری تخصصی و کاربردی در شاخه‌های کامپیوتر، عمران، معماری و گرافیک و غیره میباشد. خب حالا تو میباشد که من نقطه رو زدم، اگر بخوام این دو خط برای من یک پاراگراف رو ایجاد کنن باید کلید انتر رو بزنم تا بیام سر خط بعدی که اینجا بتونم این مرکز فعالیت خود را در سال 1394 پاراگراف بعدی رو ایجاد کنم. من چطور میتونم بدونم که قطعاً الان این میباشد خودش فعل یک پاراگرافه؟ ببینید در سربرگ هم گروه پاراگراف اینجا یه دکمه وجود داره که شو هاید میکنه برای من پاراگراف ها رو. اگر من این دکمه رو با کلیک چپ فعال کنم، ببینید علامت یا کاراکتر پاراگراف مارک برای ما در انتهای هر پاراگراف ظاهر میشه. اینجا ببینید میگه آقا این الان خودش یه پاراگرافه، این یه پاراگرافه. اینجا اگر ملاحظه کنید اینجا پاراگراف ما یک شکستی در پاراگراف ما ایجاد شده. الان این قسمتی که من دارم براتون هایلایت میکنم این خودش ببینید یک پاراگرافه، ولی از اخشار جامعه میتوانن بعد از جامعه اومده پاراگراف شکسته شده، حالا به دلایل مختلف که باز این دارو خدمتون میگم. این کاراکتری که شما دارید اینجا ملاحظه میکنید کاراکتریه که لاین بریک گفته میشه، کاراکتر شکستن خطه که میتونیم پاراگراف رو ما یک کلمه ای اون رو بشکنیم. من میخوام پاراگراف اول و پاراگراف دوم رو اصطلاحا پاراگراف دوم رو به پاراگراف اول بچسبونم. برای انجام این کار کافیه که من اشارهگر موس رو ابتدای پاراگراف اول قرار بدم. ببینید الان اشارهگر موس قبل از این داره چشمک میزنه و کلید بک اسپیس رو فشار بدم. کلید بک اسپیس رو من از صفحه کلید فشار میدم. ببینید دقیقاً پاراگراف دوم به پاراگراف اول چسبید، یعنی من تونستم پاراگراف دوم رو با پاراگراف اول ادغام کنم و یک پاراگراف ببینم. حالا اون جایی که داره چشمک میزنه من یک اسپیس میزنم تا فضای خالی ایجاد بشه. ببینید الان از مرکز تا آغاز نموده است فقط من یه دونه کاراکتر پاراگراف مارک میبینم. اومدم پاراگراف دوم رو به پاراگراف اول ادغام کردم. عرضم به حضورتون که یه زمانی هست ما میخوایم پاراگراف رو، خطوط پاراگراف رو بشکنیم، مثل این پاراگراف دوم که من اومدم بعد از جامعه خط اول اخشار جامعه اومدم پاراگراف رو شکستم. اگر در قسمتی از یک پاراگراف کلید اینتر رو بزنیم یک پاراگراف به دو پاراگراف تبدیل میشه. اینجا ببینید حالا اگر من بیام اینجا اشارهگر موس داره چشمک میزنه کلید انتر از صفحه کلید رو بزنم، ببینید برای من پاراگراف دوم ایجاد شد. چطور من میتونم متوجه بشم که پاراگراف دوم اینجا ایجاد شده؟ ببینید این یه دونه علامت پاراگراف مارک و اینم یه دونه علامت دیگه. اگر من اینجا بیام در نوار ابزار دسترسی سریع یک آن دو بزنم، اومدم عملیات رو برعکس کردم و به حالت اولش برگشتم. یه زمانی هست من میخوام خطوط پاراگراف رو بشکنم تا بقیه متن اون
متن خط از پاراگراف به خط بعدی منتقل بشه. برای شکستن یک خط از پاراگراف ما باید از کلیدهای ترکیبی شیفت و انتر استفاده کنیم. اینجا اگر ملاحظه کنید، من الان میخوام بیام در این خطی که میگم کاربردی در شاخه‌های کامپیوتر، عمران و معماری و گرافیک میباشد، اینجا میخوام پاراگراف رو بشکنم. دقت کنید، نمیخوام پاراگراف دوم ایجاد کنم. کلید شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و کلید انتر رو همزمان میزنم. اینجا اگر ملاحظه کنید، برای من کاراکتر لاین بریک اینجا برای من ظاهر شد. حالا از این مرکز تا نموده هست چند تا پاراگرافه؟ یه دونه پاراگراف. ولی بعد از میباشد این اصطلاحاً اومده شکسته شده. من چطور میتونم این شکستگی در خطوط پاراگراف رو حذف کنم؟ باز با استفاده از کلید بک اسپیس. اینجا اگر ملاحظه کنید، من میام اینجا قبل از این اشارهگر موس رو قرار میدم و یک بک اسپیس میذارم. ببینید، حالا اگر یه اسپیس دیگه هم بزنم که میباشد و این یه فاصله بینشون باشه، من تونستم اون شکستگی خطوط پاراگراف رو حذف کنم. یا اینجا در این پاراگراف من میخوام شکستگی خطوط رو حذف کنم. اینجا قبل از میتواند من اشارهگر موس رو با کلیک چپ قرار میدم و کلید بک اسپیس رو میذارم. ببینید، این پاراگراف در ابتدا به این شکل بوده که ما بعد از جامعه اون رو اومده بودیم شکسته بودیم.